امروز انشالله قرار هست یک نگاهی بندازیم روی سوالاتی که برای درس مکانیک سیلات پیشرفته در کنکور سال ورودی سال 1400 دکترهای مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی داده شده 15 تا سوال هست علاوه بر اینکه میخوام یک نگاهی بکنیم به وضعیت نه چندان مطلوب سوالات تر شده ایرادات سوالات رو بگیم را حل ها هم طبیعتا در لابلاش اشاره خواهم کرد من سال قبل هم همین رو ضبط کردم واقعیت و برای سال سوالات کنکور دکترای سال پیش هم یک چنین ویدیویی برای تحلیل سوالات و کیفیت سوالات و پاسخهاشون ارائه شده هدف من همونجور که اونجا هم عرض کردم این هستش که اولا دوستانی که میخوان کنکور بدن متاسفانه ما هنوز داریم سال 2021 کنکور میگیریم از دوستان امیدوارم به واسطه این ویدیو مشاهده کنن که چقدر راحت میتونن حداقل اون مواردی که من ویدیوشو ضبط کردم بدون پرداخت کوچکترین یا حتی یک ریال سوالات رو به بهترین شکل ممکن پاسخ بدم و سعیم تمام سعیم این هستش که اعتماد به نفس بدم به دانشجویانی که شاید پول کمتری دارن کلاس های آنچنانی نمیتونن برن و یک جوری بتونیم در مقابل مافیای کنکور به شکل عملی بیستیم و شما هم خواهش میکنم که این ویدیو رو به همه دوستانتون بفرستید بذارید اونها هم ببینن و تأثیر گذاری بیشتری در راستای عدالت آموزشی داشته باشه دومین هدف من هم بحث اصلاح واقعا سیستم طرح سوالی است که الان وجود داره و این وضعیت افتضاحی که الان در ادامه ان با هم دیگه مرور خواهیم کرد و سال قبل هم بود هم تو مکانیک بود هم توی هوافضا بود من بقیه سوالات واقعیت وقت نکردم چندان نگاه کنم و از امسال هم فعلا مکانیک رو فخت کردم نگاه کنم خب انشالله که این حل بشه یعنی سال قبل من هر چه داد زدم گویا به گوش کسی نرسیده به انگار مشکل مشکل سیستماتیک است وقتی تو دو تا رشته دو تا گرایش این وجود داره به نظر میرسه مشکل اساسی تر از این حرف است مشکلاتی که کلا ما داریم یکی برمیگرده به اینکه وقتی من اینجا می نویسم مکانیک پیشرفته خب انتظارم این هستش که سوالاتی که طرح میشه پیشرفته باش و طبیعتا دانشجوانی هم که میخوان برن آماده بشن برای اینکه درس بخونن خب میرن مراجع توی گوگل میزنن مکانیک سوالات پیشرفته تا یوتیوب یا تو آپارات بعد ویدیوهای منو پیدا میکنن بعد پا میشن چندین ساعت وقت میذارن اون مطالب پیشرفته سخت و دشوار یاد میگیرن بعد میام میشنن اینجا میبینن سوال از زن محاسبه مساحت و ایناست مساحت مثلث بعد این جا رو وا میکنه برای اینکه یک عده ای تحت عنوان مشاور و اینا یک دکونی وا کنن که بیان به شما بگن بچا این پیشرفته که میگن پیشرفته نیستا این ابتدایی ترین مباحث مکانیک سیارات هست که اینجا مطرح شد مورد ایراد بعدی که وجود داره اشتباهاتی که در سوال وجود داره حالا در ادامه راجع به صحبت میکنیم فرضیاتی است که کامل بیان نمیشه و نشون میده تر سوال تسلط کافی به نگاه از بالا به اون سوال نداشته سوالات غیر کاربردی که اصلا معلوم نیست سوال از کجا اومده واسه چی تر شده کجا چنین چیزی ممکنه ایجاد بشه سوالات تکراری که در سالهای پیش وجود داشته و مجددا همونها تکرار واقعا ما کم داریم سوال خوب سوالی که یک چیزی آموزش داده بشه به بچه ها و به اونهایی که سوالات رو سالهای بعد میرن حل میکنن خب ما این سوالات آرشیو میشه باقی میمونه و اینکه بارونبندی هم به شکل مناسبی نیست و تمرکز سوالات به یک بخش برده میشه از یک بخش میشه سه تا سوال از مثلا ده تا سوال این مشکلاتی که ارز میکنم متاسفانه در دوره ارشد هم وجود داره ولی متاسفانه با اینکه دوره دکترا بالاخره یه ابهتی داره سوالات دکترا یک کشور هست باید خیلی با کیفیت تر باشه ضعیف تر از سوالات ارشدی است که حداقل من بررسی کردم اینا عواردی است که تقریبا وجود داره و البته م... خب تعدادش کم هم نیست حالا خودتون الان میتونید آمار بگیرید که الان من از این مواردی که با هم دیگه فقط توی درس ساز من وقت کردم نگاه کنم چند تاش مبتلا این مواردی که گفتم در مورد چند تا از اینها صدق میکنه خب سوال 16 که اولین سوال از فضای بین دو صفحه تخت که هر کدام با سرعت یوسف ثابت و در جهات مختلف کشیده میشوند این این وره این این وره توسط یک سیال نیوتونی تراکم ناپذیر اشغال شده است در حالت جریان دائمی در مورد تنش برشی وارد بر دو صفحه چه اظهار نظری میتوان کرد دوستان دقت کنید اولا که این سوال تکراری است خیلی سوال معروف است من این رو تو کلاس های سرد پیش رفته اینا که مثلا جزء ابتداییات رو بچه ها میگم سال های قبل هم شبیهش بوده سوال در حد کارشناسی است اصلا یک ویدیوی مربوط به جریان داخلی من که در مقطع کارشناسی من ضبط کردم جریان کوتون نگاه کنید من این اونجا اشاره کردم ایراد دوم خیلی مشخصه که تنش برشی ثابته و اینکه تنش برشی ثابت باشه ربطی به این نداره که این صفحه بالایی رو کدوم میکشید چون این بالانس نیروست وقتی نیرویی در تقابل با این نیست طبعا این باید ثابت یک نواخت باقی بمونه حتی اشاره کردم که اگه بگن دیوار بالایی دماش بیشتره اینا بوده قبلا تو سوالای پایینی کمتر ویسکوزیتی سری کاری به این نداره و نکته بعدی هم این هستش که یک سیال نیوتونی گفته شده قسمت افتضاحتر سوال اینجاست که طراح سوال نمیدونسته که اگه سیال غیر نیوتونی هم باشد این همین رابطه برش برقراره یکی از قانون بقا به دست اومده حالا اینکه من تنش برشی رو از قانون لجت نیوتون جایگذاری کنم یا از رابطه مکسول یا رابطه روابط دیگری که در سرت غیر نیوتونی هست و من یک ساعت و نیم ویدیو راجع بهش ضبط کردم اون دیگه مربوط میشه به اینکه سیال نیوتونی باشه یا غیر نیوتونی یا اینکه حتی ارزم جان آرام باشه یا شفته باشه این ربطی به اون نداره تنش برشی ثابته و حالا اگر شما ادی ویسکازیته رو لحاظ بکنید ویسکازیته ادی رو در اون صورت برای سیال آشفت جرن آشفته هم میتونید از همین استفاده بکنید و البته به لحاظ نگارشی هم مشکل وجود داره متاسفانه در مسائل ما و اونم ما همیشه در دانشجو و پایین ویسی نویسی میگیم که شما شکلاتون هم به فارسی باشه تا حد امکان خب اینجا چرا انگلیسی نوشته شده آیا کپی شده شکل از جایی و بعد سیال نوشته میشد دیگه یا شاره حالا اگر خیلی بخوایم فارسی و اینا بررسی کنیم این پس هیچ سوال 17 در فصل مشترک حرکت دو س... لایه سیال متفاوت کدام یکی از گزینه های زیر صحیح نیست چهار فشار در دو دو در مورد خب این هم من در, در مقطع کارشناسی صحبت کردم مثلا ویدیویی که در مورد مقطع کارشناسی هست اگه شما نگاه کنید اونجا میتونید پیدا کنید اولا سوال سوال خیلی ساده است دومندش دو که تکراریز شبیه این قبلا هم بوده و یک گزینه اشتباه وجود داره در فصل مشترک حرکت دو سیال قبلا بحث کردیم که چه کمیت هایی ثابت هم و چه کمیت میتونن متفاوت باشن و من اونجا اشاره کردم که معلفه سرعت عمود بر سطح مشترک میتونه باید صفر باشه چون اگه نباشه قانون بقای جرم زیر سوال میره و سرعت مماسی میتواند متفاوت باشد و دو مثال هم زدم یکی ورتکس شیت هست و یکی هم اسلیپ لاین که در ویدیوهای مربوط به دینامیک گاز در مورد اسلیپ لاین صحبت میکنیم وقتی که دوتا دو تا موج ضربه و هم دیگه برخورد میکنن امکان تشکیل یک اسلیپ لاین وجود داره حتی در سیال همجنس یعنی قرار نیست دو تا سیال متفاوت باشن میتونه سرعت متفاوت داشته باشه سیال یکی باشه نیمه بالایش با یه سرعتی بره نیمه پایینی با یک سرعت دیگه بره ولی برای امکان تشکیل اسلیپ وجود داره و, ولی در سرعت عمودی فقط اگه اینجا سرعت معلفه سرعت در راستای عمود بر فصل مشترک گفته میشد که باید صفر باشه در اون صورت گزینه یک صحیح میشد ولی چون داده شده که صحیح نیست خود اینم نکته است در طرح سوال استاندارد گفته میشه از این جور گزینه‌ها سوالاتی که کدام مورد صحیح نیست نباید داده بشه این چندان چیز استانداردی نیست ولی به هر صورت این گزینه یک چیزی که الان میبینید صحیح نیست درنچه گزینه یک میتونه جواب باشه چون لزوما قرار نداره صورت مماس بر فصل مشترک دلاری یکسان باشه گزینه دو هم که بدیهی است که غلطه چون شیب سرعت در دولایه یکسان نیست بلکه تنش برشی یکسانه چون اونجا حجم نداره و نمیتونه مومنتوم ذخیره کنه در نتیجه باید تنش برشی ورودی و خروجی یا در دو سمتش با هم یکی باشه تنش برشی در فصل مشترک دو سیال باید یک سام مثلا از این دوتا فقط یکیش میتونه درست باشه چون سیال متفاوته وقتی تنش برشی برابر باشه دیگه شیب سرعت نمیتونه برابر باشه اگه سیال نیوتونی باشه و فشار هم که با کشش سطحی بالانس میشه دیگه اینا رو من خیلی کاملتر در ویدیوهای مرتبط نوشتم و بحث کردم سال بعدی 18 دو سیال اختلاط ناپذیر با ویسکویته و چگالی متفاوت و روی یک سطح شیبدار با زاویه تتا جریان دارن عرض ناحیه جریان اول آ و بعدی هم بی منهای آست در حقیقت بهتر بود میگفت عمق عرض یه مقدار عمود بر کاغذ معنا میده عمقش اگر میگفت بهتر سطح بالایی سیال دوم در مجاورت محیط اطراف است سرعت در فاصله آ از صفحه کدام است؟ این سوال هم باز تکراری دقیقا کپی همین سوال رو من قبلا توی یکی از کنکور حقیقت خاطرم نیست مهندس شیمی بود هوا فضا بود یا مکانیک بود و تو مجموعه اینها ای حل کردم این سوال هم بوده دو تا خیلی سوال معروفی هستن یعنی کسی که حتی دوره کارشناسی هم کسی میتونه اینا رو حل کنه حالا بگیم یه کم از سطح کارشناسی بالاتره ولی در به این معنا نیست که کارشناسی نمیتونه اینو حل کنه خب برید نگاه کن ببینید میتونه در چیزی اصلا اطلاعات پیچیده ای نیست خیلی هم شبیه هست به همین شرط مرزی که اینجا داده شده وقتی ما در قسمت قبل داریم در فصل مشترک دوتا لایه سیال رو هدف قرار میدیم دیگه نباید مجددا بیایم از همون یه سوال بدیم وقتی کسی سوال 18 حل کنه به طور به شکل اتوماتیک میدونسته که در محل تماس دو سیال چه شرطی باید اعمال کنه چه معنایی داره که من بیام یک مفهوم رو دو بار به دو شکل وقتی 15 تا سال امکان طرحش وجود داره اینطوری این طور. اینم حالا بیمان. و این سوال تکراری است خب دیگه اجازه بدید رد بشیم از روی مراجعه کنی به سوالاتی که من قبلا حل کردم ولی نکته اینجاست که اصلا گزینه ها رو نگاه کنید گزینه یک و سه خیلی خنده واقعا واقعا اینجا داخل پرانتز رو ببینید ای به توان دو اینجا رو دو به رو یک ایه یعنی بوده این ای خواهد بود با طول این یکی با طول به توان نه چطور ممکنه یک کسی یک چنین گزینه‌ای برای کنکور دکترا طراحی کنه آیا هدفش اینه که شما آنالیز عبادی انجام بدید خب اون یه قضیه دیگه است ولی خب ما هدفمون از کنکور دکترا بحث آنالیز عبادی و اینا نیست این هم اینجوریه سم به همین شکله بی بی های ها این بی بود این طول این طول به تا اصلا گزینه یک گزینه کلا همینجوری باید رد بشه آقا چرا مگه ما با رد گزینه داریم دانشجو فردا قرار بیاد یه پروژه سنگین پنج روز امتحان جامعه باید بتونه بده یه پروژه سنگین پروپوزال با حضور 5 6 تا استاد بعد اینجوری قرار ورودی ما قبول کنیم نمیدونم واقعا سال 19 در جریان بلازیوس بالا یک صفحه تخت ساکن اگر پروفیل سرعت را با رابطه فلان تقریب بزنیم در مورد نسبت زخامت جابجایی به, به زخامت لایه مرزی کدام گزینه سعی است ایراد اول سوال تکراری انقدر دیگه سوال از این نسبت زخامت لای مرزی و زخامت مومنتوم نسبت زخامت مومنتوم به زخامت انقدر سوال دادش من واقعا خودم سوالاتی که تو پر چند سال گذشته حل کردم انقدر دیگه از اینو حل کردم دیگه خودم خسته شدم بسته دیگه, بس دیگه واقعا یاد گرفتیم دیگه این سوالات آرشیو میشه نیازی نیست ما مجددا از همونات، مطمئنا کسی که میخواد کنکور دکترا بده یه بار میره سوالای 3 4 سال قبل حل میکنه دیگه الان واقعا شما دارید میبینید من با 6 تا 6 سال قبلی که حل کردم هیچ سوال جدیدی تر نشه همش یا تکراریه یا در حد کارشناسی سوال تکراری است و مضاف این که اینکه در حد است، در حد کارشناسی است شما در کارشناسی مگه ببینید ویدیوها رو چند تا پروفیل به صورت معروف یکیش سینوسی یکیش خطی درجه دو درجه سه اینا رو همه رو به دست آوردن و به نظر میرسه کسی اگه در حد کارشناسی اون ببینه اون ویدیوها رو سه سوت بتونه اینو حل کنه اما نکته عجیبترش ترش تو گزینه‌هاشه من نمیدونم واقعا سازمان ج... سنجش اعلام کنه که هدف از طرح این سوال مثلا تست هوش و اینا چون زمان مای تست هوش جدا میگرفتن نمیدونم الان هم هنوز هست تو کنکور دکتری اصلا کلا یه امتحانی برای تست هوش بود ولی خب ما میدونیم که زخامت لایه مرزی همیشه از زخامت جابجایی بزرگتر و از زخامت جابجایی هم از زخامت مومنتوم بزرگتر اینا رو بحث کردیم دیگه و این عددی که اینجا در گزینه هست مطمئنا یک عدد کوچکتر از یک باید باشه اون که یک علاوه یه چیزه این یکی هم که دو به علاوه یه چیزه این هم نگاه کنی یک و خورده ای میشه تنها گزینه ای که از یک کوچیکتره گزینه ای یک این ما هدف اگه اینه بگن آره مثلا هدف این بوده که ما ببینیم اینجوری کسی حل کنه ولی اگه واقعا سوال بدین شکتر شده هدفش اینه شما برید تعریف زخامت جا به جایی رو بنویسید انتگرالش رو بگیرید نسبت رو به دست بیارید پروفیل سرعت مثلا به شکل بی تبدیلش کنید یادتون باشه وای به دلتا رو میگفتیم این همیش. سال 20 المانی به واحد درون لایه مرزی زیر داریم یه نقطه هم بگم به لازم نگارشی اصولا در متون علمی اصلا کار جالبی نیست ما از افعال اول شخص اول شخص استفاده کنیم داریم لغت جالب تو قسمت قبلن بود متاسفانه اصلا راحت نشده چون مطمئنا افرادی که اینو نویسن شاید خودشون مطمئنا دارن مقاله نویسن دیگه و مطمئنا میدونن که نباید از این افعال استفاده خیلی کم استفاده می‌کنیم به ندرت اگر که گهگاه بشه اونم برای یه تنوعی در متن و اینها ولی افعال مجهول باید المانی عرض واحد درون لایه مرزی دازیر زیر داده شده است اینجوری باید نوشته بشه نیروی فشار روی زل آبی برابر کدام است نیروی فشار یه نکته نیا اینجا اولا که وقتی ما میگیم ارز واحد یعنی عمق عمود بر کاغذ منظورش بوده بهتر بود میگفت نیروی فشار در واحد عمق کاغذ کدام است چون این سوال ایجاد میشه اگه مثلا ارز این دو باشه چی میشه خب اون وقت آیا این برقرار نیست میگیم بله اون موقع این باید به دو ضرب بشه بهتر هستش که بگیم که این در واحد عمق کاغذ است حالا سوال نکته بعدی این هم سوال بسیار ساده است و از مقطع کارشناسی هم هست ویدیو مربوط به حل انتگرالی فون رو شما از لایه مرزی دوره کارشناسی من اگه برید نگاه بکنید ما اونجا یه حجم کنترل میگیریم دقیقا همینو و بعد نیروهای مختلف تنش برشی و اینا رو می‌نویسیم واسهش و در نهایت حل فرمول انتگرالی فون کارمن رو به دست میاریم یه بخش خیلی کوچیکش اینه که نیروها به دست میاد میگوییم که چون اینجا خیلی فاصله کمی از هم داره ما میتونیم نیرو رو برابر بگیریم با حاصل ضرب فشار در مساحت و بعد این قرمز رو به دست بیاریم یه کسینوسی بهش ضرب کنیم تا نیروی در راستای جس به دست بیاد من به جای اینکه اول برم این فشار رو به دست بیارم ضرب کنم به این مساحتی که نمیدونم چقدره و بعد یه کسینوس بهش ضرب کنم مستقیما میام یه نورافکن میذارم اینجا سایه زل آبی رو, رو روی یک پرده ای که عمود برش اینجا آویزان شده است به دست میارم به جای اینکه نیرو رو تصویر کنم مساحت رو تصویر می‌کنم این کاری که در سایل استاتیک انجام میدادیم حالا خب به شما بگن این سایه آوبی در راستای افق این باشه چی میفته شما میگید اختلاف بی بی پریم و آ آ پریم میفته این کوچولویی که اینجا هست خب این دلتا به علاوه دی دلتا این دلتا اختلافش میشه دی دلتا پس مؤلفه افقی نیروی وارد به آبی میشود به جای اینکه خود نیرو رو کسیموس ضرب کنم به مساحت ضرب میکنم این دیه دلتایی که اینجا میبینید به دست میاد حالا سوال اینه که فشار در با یک تیر و دو نشان میزنم دیگه نیازی نیست برم این زاویه رو پیدا کنم کوسیموس بهش ضرب زاویه خودش یه سواله و همچنین نیازی نیست این آبی رو برم طولش اونم معلوم نیست چقده یه نورفی هم میزارم. هر جفت این مشکلات با هم حل میشه حالا سوال بعدی اینه که فشار چقدره فشاری که روی این زل این بالا وارد میشه چقدره که ضربش بکنم به دی دلتا خب میگه چون فاصله این زخامت خیلی کمه میانگین فشار دو طرف بگیرید یه طرف فشار پیه یه طرف فشار پیه به علاوه دی پیه که اگه جمع کنید تقسیم بر دو کنید میشه جمع کنم میشه دو پی به علاوه دی پی تقسیم بر دو میشه پی به علاوه دی پی دوم و حقیقت به هم زرد میشه اینجوری خب اصلا نیازی نیست اینکه ایشون نوشته رو انجام بدید با این سبکی که من گفتم اون موقع ما ترجیح خواهی شد که موازی آپریم بی پریم غلطه چون در نیرویی که به زل آبی وارد میشه اصلا مورد نیاز من نیست چون من اونجا دارم قانون بقای اندازه حرکت در راستای جسم می نویسم برای اینکه حل فون کار من رو به دست بیارم اونجا من نیروها رو در راستای جسم میخوام پس میام اینجا یه کسینوسی به این ضرب میکنم معلفه را هم راستا با جسمش را به دست میآورم نه اینکه نیروی وارد به آبی موازی آپریم بی باشه معلفه موازی با جسمش خب طبیعتا موازی آپریم بی هست دیگه طبیعتا قسمت دوم سوال بعد گفته میشد نیروی فش حاصل از فشار وارد شده به زل آبی در راستای جسم به موازات با جسم چقدره معلفش در راستای موازات با جسم چقدر هست که در اون صورت دیگه قسمت دوم هست میشد این میمون حالا جدای از این که بالاخره معلومه که نیرویی که فشاری که اینجا وارد میشه بالاخره بین این دوتا خواهد بود دیگه یعنی این پی منهای دی پی دوم مشخصا غلطه به لحاظ حس فیزیکی پی بلاوی دی پی دوم معنا داره و قسمت دوم سوالم که کلا بی ارتباط هست و جزئیات اثباتش هم که عرض کردم خب بریم سراغ ادامه داستان سوالم که میگم مثلا یه تیکه کاملا از دوره کارشناسی سال 21 تپه شکل زیر را در نظر بگیرید اگر بخوایم توربین بادی را در چنین دشتی نصب کنیم بازم اول شخص کدام یک از های زیر نقطه مناسبی برای این توربین باد است این و من در ویدیویی که در مورد توربین باد زب کردم در مورد توپولوژی منطقه اتفاقاتی که میفته بسیار مقالات متعددی وجود داره اینکه من کجا باید یه محل نصب توربین با اون بهش میگن مزرعه توربین باد مزرعه بادی چه جوری باید باشه ولی اینجا احتمالا من تر سوال خیلی سطحی بوده سوال این بوده که خب توربین باد سرعت ورودی برش مهمه دیگه انرژی جنبش کجا کنی که سرعت هوا بیشتر بشه و اینجا هم خب هوایی که داره میاد این نقطه سکونه دیگه اینجا بیشترین فشار و سرعت هم صفره هر چقدر میرید اکسلریت میکنه جریان شتاب میگیره و فشارش کم میشه در هرچی بالاتر نست باید بهتر احتمالا این بوده منظور تر سال سال 22 گرداب آزاد ساعت کرد به قدرت حالا اصلا کاری به این ندارم. من در سریع ازش رد بشم این چیزی که ایشون توضیح, توضیح داده اینجا خیلی معروفه باز هم در دوره حد دوره کارشناسی است بهش میگن کلوین زووال توی ویدیوی من هست میتونید ویدیوی در جریان پتانسیل که برای مقطع کارشناسی ضبط کردن همینی که ایشون اینجا دی وقت نداریم بخونیم اینجا نوشته یه چیز رو بذارید بالا توی گوگل بذارید کلوین زووال اصلا پیدا میکنید نیاز نیست یه اطلاعات بود بیشتر برای کسی که حافظه تصویری خوبی داشته باشه و ویدیوی من هم دیده باشه همون یادش مونده باشه من یه گردابه بالا کشتم یه گردابه پایین که خلاف جهت هم میچرخیدن و اسمش رو گفتیم کلوین زوبا همین کافیه برای حل سوال بقیهش دیگه مهم است 23 جریان دو بعدی فلان را در نظر بگیری اصلا همین سوال نه کنید تر صورت سوال غلطه من میگم اولا واحد چرا نداره حالا فرض کنیم واحد اصلا مهم نیست در صورتی که من همیشه تاکید میکنم که بدون واحد اعداد ما هویت ندارم فرض کنیم واحد ننوشتم ولی وی الان یکه بعد یو وی تقسیم بر یک علاوه تیه خب یو وی هم مؤلفه های سرعت هستن دیگه چطور ممکنه یو و وی که هر جفتش هم جنس هم و سرعت هستند تقسیم به زمان بشه خب این سرعت تقسیم بر زمان بشه نمیتونه یک چیزی از جنس سرعت باشه به میگن قانون همگنی ابات باید دو سمت تساوی به لازم بود مثل اینکه یک کیلو برنج با دو متر پارچه مقایسه بشه سوال در حد کارشناسی سیراد بعدی یه خط رگه و خط اثر حالا من میگم بهش استریک لاین و اینا دیگه واقعا هزار تا مسئله از این تو کارشناسی حل میکنیم فقط واسه بچه ها که من حلش ننوشتم واقعا دیگه خودتون میرید انجام میدین به عنوان ترمی بعد اشتباه بعدی جریان دو بعدی اصلا تعریف داره بود میگیم حداقل تعداد مختصات هندسی لازم برای توصیف یک میدان جریان الان من از شما بپرسم که این برای اینکه شما سرعت رو به من بدید چند مختص هندسی نیاز دارید شما میگید صفر مختص هندسی نیاز دارم زمان جز مختصات هندسی نیست این مسئله اصلا صفر بودیه من جز اشتباهات رایج در مکانیک سیلات اشاره کردم که ما اصولا اینکه معلفه سرعت چند تا باشه چند تا مؤلفه سرعت مخالف صفر داشته باشم رفتی به بعد جریان نداره ما تعداد مختصات هندسی اونم تازه حداقل تعداد مختصات هندسی لازم برای توصیف یک میدان جریان رو به عنوان بودش میشناسیم مثلا شما تو مختصات قطبی با یه دونه آره تنها میتونید مثلا یک جریان مثالی رو توصیف کنید اینو باید به کارتزیان آر رو باید بنویسید رادیکال ایکس تو علاوه وای دو مختص هندسی میشه این دو بعدی نیست یه چون با حداقل با یه دونه هم میتونید توصیف بکنید چه برسه به اینکه بدیهی ترین تعریف بعد جریان اینجا رعایت نشده و این مسئله اصلا یک هم اصلا در همین ایکس وای های مختلف مقدار سرعت یه چیزه اصلا متغیر نیست با مکان با زمان این فقط آنستدیه و لا صفر بودیه مثل چیزی که ترمودینامیک شما معمولا در نظر می گرفت بقیه‌اش هم که دیگه بماند باز خوبه حداقل طراح دقت کرده که گزینه‌ای که داده از یک و یک عبور کنه مثلا بعضی دیگه نمونه های بوده که اصلا جواب تو یک و یک توش سر نمی کرده اینجوری نیست حداقل در بزن. سوال 24 برای به دست آوردن درست تعداد گروه های بی بود اه... گزینه صحیح کدام است اولا که خب سوال در حد کارشناسی شدیدن در حد کارشناسی است من دیگه برای تاکید بیشتر تو ویدیوهای مربوط به آنالیز عبادی و تشابه اینا میتونید شما اینو پیدا بکنید که به دست آوردن رنگ با رتبه میگیم رنگ میگیم یه ماتریسی تشکیل میشه رنکش رو تشکیل میدید اون میشه تعداد گروه های حالا تعداد گروه بیبود هم نمیشه میشه تعداد پارامترهای تکرار شونده که n منهای m, m میشه تعداد گروه های بی بود شما برای اینکه تعداد گروه های رو به دست بیارید باید اول این رنک رو به دست بیارید تاکیدم کردیم که این فریب است که از FLT و MLT استفاده کنید ولی گزینه چهارش جالبه هیچ کدام یعنی هیچی یعنی نه اون نه اون پس چی خب بالاخره یه کاری اصلا این هیچ کدام هم جز نیست که چندان استاندارد نیست یعنی طراح دیده نمیتونه گزینه بعدی جور کنه و چیکار کنه هیچ کدام بزن. یا هر دو مثلا یه چیزی بزنه بمانه سال 25 قبل از ساخت یک موشک تصمیم گرفته ایم اول شخص ایراد مدل کوچکی از آن به مقیاس یک دهم را در یک تونل باد مورد آزمایش قرار دهیم اگر فشار در دماغه فلان دماغه مدل در حقیقت دماغه مدل داخل پرانتز فشار ماکسیموم در دماغه پی ماکسیموم مدل غلطه این پرانتز باید بعد از مدل بیاد و 100 کیلو پاسکال باشد فشار در دماغه موشک اصلی چند کیلو پاسکال تخمین زده شده است بله چند چسبیده به کیلو اینا باید فاصله داشته باشن کیلو باید به پاسکال بچسبه نیم فاصله باید زده بشه بینشون پر از اگه واقعا ایشون یه تزی بنویسه میدونی که در بحث‌های کارشناسی ارشد و دکترا نگارش یک بخشی از نمره است و حالا بسته به نظر هیئت داوران این نمره‌ای برای نگارش داده میشه فرض کنید تشابه دینامیکی برقرار از خواص هوا در هر دو حالت یکی است از اثرات نتناشی از تراکم پذیری هوا میتوان چشم پوشید ایرادات زیاده باز اولا که حالا اه... جدا از مسائل نگارشی اینه که خب اینجا نوشته بالون الان این بالونه بعد اینجا نوشته موشک ما نمیدونیم بالاخره بالون با موشک کدومش حالا این هیچ خوبیشن البته فارسی نوشتن ایشون مثل اون قبلی نیست انگلیسی نیست سوال که شدیدا در حد کارشناسی است و مجددا از 15 تا سوال دوره دکترا هم دو تا از آنالیز عبادی سوال داده شده آنالیز عبادی یک سال در دوره ارشد مثلا از 10 تا سال بدی کافیه چه برسه به اینکه در دکترا با این همه موضوعات پیشرفته که وجود داره دو تا سوال از یه مبحث دقیقاً مشخص نیست چه امیدوارم یکی پیداش اینا رو جواب و نکته بعدی این که ضریب فشار در نقطه سکون رو من راجبش اصلا ویدیو ضبط کردم و تحت عنوان جریان هیمنز بهش پرداختیم و اشاره کردیم که بحث هول و نقطه سکون اصلا ضریب فشار برابر با یک نیست و سعی حتما برای اینکه عمق مطلب این مقدار عمق پیدا کنه اون ویدیو رو بهت نگاه کنی فکر میکنم انگلیسی زب کرده داشت. ولی بحث خیلی ساده است دیگه گفته از اصلا چطوری میشه از تراکم پذیری هوا پوشی کرد یه سوال دیگه است اینکه قبل از ساخت یک موشک موشک خب نمی‌دونم حالا موشکش تراکم ناپذیر بوده چی بود حالا فرض کنیم که حالا میشوان چشپوشی کرد سوال و خب حلش هم که ذهنی حل میشه دیگه البته رینوز یکی بذارید و حالا با توجه به اینکه خواص هوا تو آزمایشگاه با خواص هوا تو ارتفاع چند کیلومتری از سطح زمین یکی نیست که من تو مثالی که توی فصل آنالیز وادی حل کردم من خواص هوا رو تابع دما خیلی کامل تر از این حل کردم ولی رینوزا رو با هم برابر میذارید چگالی و ویسکویته ساده میشه حاصل به سرعت در طول مشخصه ثابته طبیعتا چون مدل یک دهمه ده پس سرعت مدل باید ده برابر باشه حالا میاد ذریع فشارها رو برابر میذارید پی تقسیم بر یا دلتا پی حالا تقسیم بر رو دو, باید یا یک دومه رو دو, باید ثابت باشه طبیعتا رو هم که ساده میشه و چون مدل شما در از ده برابره تا همون گزینی اول به راحتی ذهنی هم حتی به نظرم اون یو به توان دو دیگه ده به توان دو میشه صد با صد ساده میشه میشه سوال 26 در جریان بارینوز بالا اگر دیسکی موازی جریان را به صورت عمودی قرار دهیم پس پسا حالا مثلا 200 برابر میشه این مثلا رو میخواییم در جریان بارینوز بسیار پایین آزمایش کنیم باز هم اول شخص کدام که از گزینه‌های زیر صحیح است نکته اینجاست اول این نکته دقت کنید در جریان خارجی لفظ رینوز بسیار پایین با جریان خزشی معادله اما در جریان‌های داخلی ما کیسایی داریم که جریان خزشی است و رینوزش پایین نیست. اینجا حالا فرض این بوده که جنرال خارجی است احتمال. خدا از گزینه های زیر صحیح است. بحث اینه که حالا اگه همین در جان خزشی همین اتکار انجام بدیم چه اتفاقی میفته؟ افزایشی، مقدار افزایشی که در نیروی پسا ایجاد میشه در کدوم قوی در این جزء سوالاتی است که خب نسبت معدود سوالات هم تا تنها سوال خوبی است که توی 15 تا سوال من پیدا کردم که یه مقدار واقعا پیشرفته تر هست من در مورد جنرال خزشی هم ویدیو ضبط کردم و خیلی بحث کردم من 4 5 قسمت شاید 5 6 5 ساعت اینا شاید بوده من توصیه من مراجعه کنیم به اونجا ولی در جریان خزشی افزایش نیروی پسا کمتره نسبت به جریان هایی که واقعا هست کمتر از جریان های بارینگ سوال 27 دو جس همشکل و هم وزن و هم گن ولی با اندازه های متفاوت را در نظر یعنی همه شبیه فش اند... حجمشون فرق مثلا چگالیشون متفاوت بوده وزنشون یکیه ولی حجم متفاوتی دارن حالا هم شکل هم مثلا مثلا اگه مکعبه اونم مکعبه اگه یعنی شکل هندسی شبیه همه فقط چگالیش متفاوته طبیعتا حجمش تغییر خواهد کرد که در یه بار تو آب و یه بار هم تو هوا رها کرده ایم اول شخص کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ گزینه یک که واقعا فکر در حد دبیرستان دیگه یعنی شاید بدونید شما مطمئنن که با شتاب جاذبه سقوط نمی کن. و داستان معروف که حالا وجود داره که دو تا جسم اگه بالای برج پیتزا و اینا بندازیم پایین بیاد با همینا اون وقتی که هوا نباشه یه مدیومی وسط وجود نداشته باشه در خلا باشه بدون نیروی درک و اینا بدون شناوری اون وقت بله درست دیگه اینا فکر کنم همه میدونن دیگه هیچ و سرعت یکسان هم خب طبعا نیست جسم بزرگ حالا بس اینه که خب این هم سوال بسیار معروفی است و تکراری یعنی اول اشتباه تایپی هم اینجا هست که از با فاصله نوشته شده و ارزم بزرگ شما که ولی خب این سوال هم چندین بار از این قانون قانون استوکس هست دیگه و آزمایش خیلی معروف توی آزمایشگاه مکانیک هست و تو آزمایشگاه ما هست برای مثال خیلی من فکر چندین بار تا دیگه واقعا همه یاد گرفتیم دیگه الان باید طراحان سوال دقت کنم به خدا دیگه همه ما اینو بلدیم لطفا دیگه از این سوال ته نکنید موضوعات دیگری هم در مکانیک وجود داره ولی یه نیروی وزن به سمت پایینه که برابر این نیروی شناوری به سمت بالاست و نیروی درگ هم به سمت بالاست تعادل نیرو می نویسید حالا وسط دیلان. این تا جواب رو نخواسته روندا رو خواسته خب وقتی که حجم جسم بزرگتر باشه نیروی شناوری بیشتری هم بهش وارد میشه دیگه واقعاً هم نیروی مخالف تو حرکت بیشتر میشه نیروی درک هم با فرض اینکه ذریب درگ یکسانی به اینها وارد بشه خود نیروی درک میشه ذریب درک ضرب در یک دوم رو یودو ای که حالا این روابط رو بنویسید این و اینا در نهایت اون نیروی مقاوم وقتی بیشتره مثلا شناوری که به سمت بالاست این جسم به سمت پایین داره حرکت میکنه و مرزم بزرگش در اون حالت طبیعتا سرعت کمتری خواهد بریم سراغ سوال بعدی اینم هم دیگه تکراریست دیگه من اجازه بدید از 27 رد بشم 28 در مورد زبر کردن تو پتنیس زریب برا و زریب پسا به ترتیب چگونه این اشتباهات تایپی B شماره این B باید با فاصله داشته باشه با پرانتز ذریب برای و ذریب پسای به ترتیب چگونه یه, چیزی میخواد اینجا ذریب پسای وارد شده به توپ به ترتیب چگونه مثلا یه چنین چیزی برای و پسای یعنی صفت موصوف ناقص اینجا حالا از اینم خیلی دیگه مثال معروفی است دیگه بر بحث اینکه چرا توپ گلف را زبر میکنه اصلا من یه ویدیو راجع به این زبر کردم در حد کارشناسی واقعا و تکراری هست خیلی سال مط... معروفیست است حالا بهتره بگم معروفیست است با. 29 شکل زیر یک آب را نشان میده سطح مقطع هر یک از دو نازل 5 میلی مربع میلی مربع باید با هم چسبیده باش و طول هر بازو 30 سانتی است این نیروهای استکاکی در یاتاقان ها ناچیز باشند و دبی حجمی آفلان قد متر مکبر ثانیه باشد سرعت دورانی آپاش برابر چند رادیان بر ثانیه است این هم سوال تکراری است و سوال معروفی است من یک ویدیویی ضبط کردم که آب پاش چمن چگونه میچرخد اگه اشتباه نکنم رو این گذاشتم دقیقا همین سوال من اونجا حل کردم و سوالاتی است که در حقیقت برای سوالات پانتی خیلی داده میشه و یه نکته تکراری سوال اولا ساده است بعد تکراری ساده حالا که دارم میگم حل این سوال در حالت کلی طولانی سآل. من ضبط کردم میتونید ببینید ولی چیزی که خواسته از شما به سادگی به دست میاد من تو همون ویدیو هم اتفاقا اشاره کردم که این سرعت دورانی رو نیازی نیست شما دارید اون دنگ و فنگی که اونجا نوشتیم رو کنید با یه حقه خیلی ساده میشه سرعت دورانی رو به دست آورد در حد کارشناسی حتی کامل ترین راه حلش هم در حد کارشناسی نیازی نیست شما در حد... چیز پیشرفته ای درش وجود نداره ولی من توی همون ویدیویی که آپاشش من چه گونه میچرخد اشاره کردم اگه دنبال این هستی که سرعت زاویه‌ای به دست بیارید خب میگویید سرعتی که اینجا هست مساوی آرومگاست همین آرو دارید با رو 30 سانتی متر اومگا رو خواسته از شما این سرعت رو داده سرعت رو نداده دبی رو داده دبی آب رو به از دو جا خارج میشه پس من اینجا نوشتم ذهنی هم حتی میشل کردم این دبی یک یک ده هزارمی که حالا دارید و فقط حواستون باشه که دو تا نازله یعنی باید تقسیمش کنید به 10 میلی متر مربع این ممکن حال یکی به ده تقسیم نکن به دو و به دو و به میلی متر به یک میلیون هم اگر ضرب بکنید سرعت خروج ده متر بر ثانیه به دست میاد حالا این ده متر بر ثانیه مساوی آر دیگه این سی سانتی متر هم اونجا داشته باشید به راحتی میتونید از اینجا جواب به دست بیارید که گزینه چهار هست دیگه سال سی ذره نشان شده در شکل زی در حال حرکت در هوایی به دمای 27 درجه سانتیگراد است با توجه به دختشاش نشان داده شده در شکل دمای سکون چند کلمه است این هم سوال اولا تکراری است دوم سوال ساده و در حد کارشناسی است من دقیقا این این سوالو خاطرم هست توی یکی از اونم کنکورهای هوافضا بود فکر کنم شیمی بود. مهندس شیمی نبود هوافضا بود یا مکانیک بود حل کردم به به میگیم یه بیپر تو درس دینامیک گاز یا ترمودینامیک یا مکانیک سرت تو ترین موقعی که میخوایم یه موج ضربه رو معرفی کنیم از همین استفاده میکنیم یه بیپر داره اینجا حرکت میکنه و در طول مسیر حرکت خودش اختشاش از خودش داره تولید میکنه وقتی اینجا بوده یه اختشاش تولید کرده که الان رسیده به اینجا وقتی رسیده به این نقطه یه ای اختشاش دیگه که الان که اینجا هست این اینجوری منتشر شده با سرعت صوت هم منتشر میشه شما یک مخروط اینجا باید شکل بگیره که بهش میگیم مخروط ماخ مماسته بر دو دایره رو میایید امتدادش رو قطع میدید با راستای حرکت و زاویه که اینجا شکل میگیره سینوسش برابر با معکوس عدد ماخ خواهد بود و هندسه میشه بقیش وقتی عدد ماخ هم داشته باشید هم نسبت دما به دمای سکون با عدد ماخ رابطه داره دیگه حالا فرض طراح سوال هم که اون رابطه رو شما حفظی یا باید بشین درای بش و کلیت قضیه چون تکراریه دیگه من ادامه نمیدم فقط هندسه هم جوریه که این شعاع دایره کوچیکه که دو این شعاع دایره بزرگه که چهار این فاصله این دو نقطه هم دقت کنین این بیپر شما از روی دایره قبلی این دانش اینم میشه شعاع دایره پس این چهاره این چهاره اینم این دوه شما باید یه جوری برسید به این زاویه‌ای که اینجا هست از اینجا یه خطی موازی این رسم بکنید به این شکل اینجا یه خطی میشه که زل مقابلش میشه این کوچولویی که اینجا میشه چهار منهای دو که دو هست و زل وترش هم که این هست میشه دوباره چهار پس دو چهارم میشه یک دوم پس سینوس اون زاویه برابر با یک دوم هست اصلا من کاری ندارم که این سی درجه میشه نمیشه من خود زاویه کار ندارم سینوس رو شما معکوسش کنی میشه عدد ماخ که پس دو میشه یک دوم اگه معکوس کنم دو میشه پس عدد ماخ این الان با دو برابر سرعت صوت داریم بی پر من حرکت میکنه دیگه دو جاگذاری کنیم تو فرمول زر تقسیم ساده اگه انجام بدی جواب به دست خواهد اومد